بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان تلویزیون امام حسین. امیدوارم هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل ولی یک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه ان شاء الله. از کربلای معلا و استودیو بین الحرمین در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه معراج و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن. سلام علیکم جناب. علیکم السلام، خیلی خوش رحمت آمدید. الله، سلامت باشی. خدمت همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. ان شاء الله عنایات خاصه ولی عصر عجل الله فرجه الشریف شامل حالشون بشه ان شاء الله. ان شاء الله دوستان عزیز، ان شاء الله میتونید از طریق فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام از الان بیننده برنامه معراج باشید و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن هم باشیم. بفرمایید روایت برنامه رو با هم ببینیم و برگردیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. حضرات ائمه هدا علیهم السلام تماما با دو طایفه از مردم برخورد داشتند و اینها برای حضرات ائمه ایجاد گرفتاری و ایجاد ناراحتی می کردند و تقریبا مانع می شدند از فعالیت حضرات معصومین علیهم السلام. اولا گروهی که حسود بودند نمیتونستند فضائل بی حد و بی اندازه حضرات ائمه هدی علیهم السلام را ببینند. این حسودان مانع میشدند و همین هم باعث میشد که حضرات معصومین یا خانه نشین بشن یا زندان باشن و یا شربت شهادت بنوشن. دسته دوم کسانی هستند که اینها ادعای محبت و ادعای دوستی در برابر ائمه هدی علیهم السلام داشتند، خودشون را از دوستان می دونستن، ولی متاسفانه به خاطر نقص فکری که داشتن و به خاطر اینکه نمیتونستن مسائل رو خوب تحلیل کنن قائل به غلو میشدن. با همین دو دسته عیناً حضرت رضا سلام الله علیه مواجه بودن، یکی با حسودان حکومتی که سرانجام منجر شد به مسمومیت امام هشتم و شهادت امام هشتم علیه السلام، یکی هم با افرادی که درباره امام هشتم و درباره سایر ائمه قائل به غلو بودند که الان توضیح میدم یعنی چه. البته از نظر عالم واقع، از نظر عالم سبوت، غلو مثل مسئله شرک، مسئله شرک به خدای عز و جل در عالم واقع و در عالم سبوت خدا شریک نداره، وحده لا شریک له، وحدتش جایی برای غیر نگذاشته، لا ند له،
لا ضد له، نه در ذاتش شریک داره، نه در صفاتش شریک داره، نه در افعالش شریک داره، نه در عبادت و بندگی بندگان نسبت به او شریک داره، شریک در عبادت هم ندارد. این در عالم واقع. اما در عالم اثبات و در عالم علم و دلیل، ما ها چون علممون ناقصه به خطا میفتیم، به اشتباه میفتیم و برای خدای عزوجل شریک قائل میشویم. ذاتاً خداوند شریک نداره، ولی ما به خاطر قصور فکری و قصور عقلیمون بعضی از بشرها چی میشن؟ مشرک به خدای عزوجل میشوند. مسئله غلو هم همینطوره. غلو از نظر واقعی معنا نداره، یعنی امکان تجاوز از حد ائمه هدا علیهم السلام از نظر واقع وجود نداره، چون تجاوز از حد منوط به این است که حد اونها شناخته بشود و بعد از اون حد عبور کنیم. در حالی که نشناخت امیر المؤمنین را جز خدا و رسول پیغمبر اکرم. این از نظر واقع. ولی از نظر ظاهر و از نظر عالم دلیل و عالم اثبات، چون بشر ناقص درکش کامل نیست، به خاطر جهلش، به خاطر عدم درک صحیحی که از امام علیه السلام داره، برای خودش قائل به چی میشه؟ قائل به غلو میشه. یه خدایی را برای خودش تصور کرده و میگوید این خدا علی است. یک پیغمبری را برای خودش تصور کرده و میگوید علی پیامبر است. دقت میکنین؟ امامان علیهم السلام با ریشه این غلو مقابله میکردن و اجازه نمیدادن که این غلو در جامعه اسلامی رواج پیدا کنه. حتی اگر کسی به ذهنش هم خطور میکرد که علی خداست، یا به ذهنش خطور میکرد که امیر المؤمنین پیامبر است، حضرت رضا علیه السلام پیغمبر است، رسول است از جانب خدای عزوجل، ولو اینکه اون چی که به ذهنش خطور کرده او را بیان نکرده، به زبان نیاورده، فقط به ذهنش چنین مطلب اشتباهی خطور کرده، حضرات ائمه علیهم السلام با او مقابله میکردن. مثلا داره در روایت، این روایت در کتاب مناقب ابن شهرآشوب، این روایت را نقل کرده از شخصی به نام سلیمان جعفری که این خودش و پدرش از راویان حدیث بودن. پدرش از آقا موسی بن جعفر علیه السلام حدیث نقل کرده، به خودش روایاتی را از محضر آقا امام هشتم سلام الله علیه احادیث را نقل کرده. از جمله این حدیث میگه من وارد منزل حضرت رضا علیه السلام شدم، دیدم جمعیتی اونجا وارد شدن، هر کدامشون سوال دینی دارن، سوال مذهبی دارن، میان محضر آقا امام هشتم بدون هیچ مانعی، بدون هیچ رادعی، خیلی آزادانه، خیلی راحت مسئله شرعیشون رو میپرسن و حضرت فوراً بدون معطلی، بدون فکر، پاسخ تمام سوال های اونها را یک یک می دادن. این شخص میگه من وقتی چنین صحنه ای را مشاهده کردم به ذهنم خطور کرد نکنه حضرت رضا پیغمبرن، چون هر سوالی که ازشون میشه
جواب میدن. فورا جواب میدن. میگه این مطلب به ذهن من خطور کرد. حضرت جمعیت را رها کرده، حضرت رضا علیه السلام به سمت من التفات کردند و مرا مورد خطاب قرار دادند، فرمودن یا سلیمان. حالا ایشون اونی که در ذهنش بود را آشکار نکرده بود، اما امام علیه السلام در حالی که داشتن جواب مسائل مسلمون ها را می دادن، از ذهن این آقای سلیمان با خبر شدند و بهش فرمودن یا سلیمان یحسبهم الجاهل انبیاء. آدم های جاهل گمان می کند که حضرات ائمه معصومین علیهم السلام پیامبرن و هم لیسو به انبیاء، اینا پیامبر نیستن، پس چی هن؟ عباد مکرمون، بندگان با کرامت خدای عز و جل هستن، که معلوم باشد صفت بندگی عالی ترین فضیلتیه که اولیاء خدا دارن. هرچی دارند این به خاطر بندگی که در پیشگاه خدای عزوجل دارن. لذا میگیم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این رسالت پیغمبر اکرم نتیجه عبودیت و بندگی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، در گفتار از خدا پیشی نمیگیرن، یعنی گفتارشون گفتار خداست. و هم به امرهی یعملون، هر عملی که انجام میدن عملشون به فرمان خدای تبارک و تعالی است. ببینید چقدر تفاوت هست بین مردان خدا و بندگان شیطان. بله. مردان خدا چیزی که نباید به خودشون نسبت بدن نسبت نمیدن. وقتی که بناست حضرت رضا علیه السلام، بناست که خدا نباشه، فرمود نه ما خدا نیستیم. وقتی بناست پیغمبر نباشه، میفرمود ما پیغمبر نیستیم، ما جانشین پیغمبریم. انا عبد من عبید محمد. اما بندگان شیطان هر خوبی را و هر فضیلتی را به خودشون نسبت میدن، خودشون را ولی امر همه میدونن، خودشون را امیر مؤمنان میدانن، خودشون را خلیفه مسلمین میدانند، با اینکه هیچ بهره از هیچ فضیلتی نبردند و هیچ فضیلتی را نداشتند. پول تقسیم میکردند، هدایا تقسیم میکردند بین مردم که اتباع و یارانشون چه بشه؟ بیشتر بشه، تعدادشون بیشتر بشه و از اونها دم زده بشه و نام اونها در بلاد اسلامی برده بشه. ولی حضرت رضا علیه السلام حتی اون مطلبی که به ذهن شخص خطور کرده فرمودن نه نه نه، ما خدا نیستیم، نه ما پیغمبر نیستیم، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. چند تا نکته میتونیم از این روایت برداشت کنیم. نکته اول اینه که مطلب غلط و مطلب اشتباه را فوراً باید جلوش گرفت. بله. اگر مطلب اشتباه و مطلب انحرافی را تا کوچیک هست جلوش نگیری، کم کم بزرگ میشه، ریشه پیدا میکنه، شاخ و برگ پیدا میکنه، محکم میشه، جدا کردنش از جامعه اسلامی سخت و دشوار میشه. یک درسیه که از مکتب حضرت رضا علیه السلام باید آموخت، که این الان به ذهنش آمده قبل از اینکه از ذهن بیاد به زبان و شبهه بشه برای دیگران، و از ذهن و از زبان بیاد به عمل و دیگران را هم منحرف کنه. بله. و آلوده کنه، فورا حضرت جلو آن را چکار کردن؟ گرفتن. این نکته اول این حدیث. نکته دوم این حدیث، حضرت رضا علیه السلام
در اختیار همه بودن، خودشون را تو اندرون زندان نکرده بودن، اصلا یه نمایندهی برای خودشون درست کنن، یه رئیس دفتری برای خودشون درست کنن، هر که کار دارد برد با رئیس دفتر من صحبت کنه. صحبت کنه و هیچ وقت بله هیچ کسی امام را نبینه. نه اینجور نیست. خانه حضرت شب و روز به روی مردم و به روی مسلمان ها باز بود و بدون اینکه حضرت اظهار خستگی بکنند در اختیار بندگان خدا بودند و جوابگوی مسائل دینی مردم بودند و این خواسته امام زمان علیه السلام از علمای اسلامیه. علمای اسلامی باید در خدمت بندگان خدا باشند. لذا آقا امام زمان علیه السلام تو اون نامه‌ای که نوشتن به جناب سید ابوالحسن اصفهانی بهش فرمودن اجعل مجلسک به دهلیز، در بیرونی بنشین که در دسترس همه باشی، که همه بتونن، حتی اونایی که پا برهنه، حتی اونایی که نمیدونم آستینشون کهنه است، حتی اونایی که پارتی ندارن، حتی اونایی که آشنا ندارن، اینا راحت بتونن خدمت شما برسن و نیازهای خودشون را اونجا چکار کنن؟ مطرح کنن. این درسیه که حضرت رضا علیه السلام به علمای اسلام و به علمای دین داده. عالم دینی باید در خدمت بندگان خدا باشد دائما و همیشه و در صدد رفع اشتباهات مردم و انحرافات فکری مردم باید بوده باشد. این یک روایت. اینجور حضرت رضا علیه السلام با غالی از ریشه برخورد کردن، برخورد می کردن و مخالفت می کردن، منتها ملتی هی احسن. من سوالم اتفاقا یه سوال برام مطرح شد بله. که آخه دعوا کردن با این شخص، بیرونش کردن، مثلا بگن که پاشو برو از اینجا بیرون کافر، زیر سوالش بردن. نه خیلی قشنگ مقبول اسمشو آوردن، یا سلیمان، یعنی تو هنوز بله دوست ما هستی. حتی اعرابی هم بهش نگفتن. آخر نفرمودن ای جاهل، آره. ای جاهل، ای نادان، چه فکریه که در مورد امامان میکنی، در مورد ما میکنی؟ نه بله بله. روایت دیگری، روایت در کتاب احتجاج از حضرت امام عسکری علیه السلام که امام عسکری میفرماید جدم امام هشتم علیه السلام درباره امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده، چون یک عده‌ای اومدن به امام هشتم علیه السلام عرض کردن، عده‌ای نسبت به جدتون امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اینها غالی شدن و معتقدن که باید او را خدای خود بدانیم. حضرت رضا علیه السلام در اون انجمن، در اون مجلس فرمودن ان من تجاوز لامیر المؤمنین العبودیه فهو المغضوب علیهم و هو من الضالین. فرمودن هر کسی از مرز عبودیت مولا امیر المؤمنین علیه السلام تجاوز بکند و ببرد مولا امیر المؤمنین را از مرز عبودیت به مرز الهیت، او جزء مغضوب علیهم هست، یعنی مثل یهودی ها. یهودی ها که می گفتن عزیر فرزند خداست، بله، و هو من الضالین، و جزو کسانی که زال و گمراه شدن، یعنی نصارا که می گفتن عیسی فرزند خداست. من در ادامه امام هشتم علیه السلام فرمودن قال امیر المؤمنین سلام الله علیه لا تتجاوزو، نه اون که
بعضی از قالی ها امیرالمؤمنین را خدا می دونستن، حضرت رضا دارن شاهد میارن از گفته خود آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رد فکر انحرافی غلو، فرمودن که مولا می فرماید لا تتجاوز بنا العبودیه، از مرز عبودیت نسبت به ما تجاوز نکنید، اما ثم قولوا فینا ما شئتم، درباره ما هر فضیلتی را خواستید بگید بگید، ولن تبلغو، همتون ذاکر امیر المؤمنین باشید و فضائل امیر المؤمنین را بگویید تا قیام قیامت، به پایان فضائلش به پایان نمیرسد. بله، منتا مواظب باشید و ایاکم والغلوب، که غلوب نصارا، مواظب باشید به غلوبی که نصارا داشتن در مورد حضرت عیسی علیه السلام، مواظب باشید چنین غلوبی را در مورد ما شما مسلمان ها و شما شیعه های ما نداشته باشید. فانی منهم بریء، مولا امیر المؤمنین فرمودن من از اینها بیزارم. فقام الیه رجل، حضرت رضا داشتن فرمایشات امیر المؤمنین نمی گفتن، در مجلس حضرت رضا یک شخص ایستاد و عرض کرد یبن رسول الله صف لنا ربک، ازت می خوام پروردگار خودت را برای ما توصیف کنی که ما پروردگار را بشناسیم. امام هشتم هم علیه السلام به نحو احسن خدا را در اون مجلس کاملا معرفت توصیف کردن. اون مرد عرض کرد آقای ابن رسول الله به ابی انت و امی ان معی من ینتحل موالاتکم، پیش من عده‌ای هستند که نه ادعای دوستی شما را دارند و گمان میکنند ان هذه كلها هي صفات علی علیه السلام. علیه السلام، این صفاتی که شما درباره خدای عز و جل گفتی اینها از دوستانن و گمانشون اینه که تمام این صفات امیر المؤمنینه، علیم، قدیر، حکیم، بله، سمیع، بصیر. تا این را گفت حضرت رضا علیه السلام بدنشون به رعش افتاد، به لرزش افتاد، عرق بر صورت مبارکشون نشست و فرمودن ببینین بیان حضرت چجور بیان الهیه، فرمودن سبحان الله اما یقول الکافرون، خدا منزه است از گفته هایی که کافرها نسبت میدهند به اولیاء خدا. سپس فرمودن آیا من از شما میپرسم آیا علی علیه السلام همچون دیگران غذا تناول نمی کرد؟ همچون دیگران آب نمی نوشید؟ لباس نمی پوشید؟ تو کوچه و بازار رفت آمد نمی کرد؟ مگر همین علی به محراب عبادت نمی استاد و در پیشگاه خدای عز و جل قرار نمی گرفت به سجده؟ مگر نمی شد و در نماز از خشیت الهی، از خشیت و خوف خدای عز و جل به گریه نمی افتادن؟ چگونه ممکن است همچین کسی خدای عالم باشد؟ بله، و اگر بنا باشد کسی با وجود اینکه غذا می خورد و با وجود اینکه لباس می پوشد و با وجود اینکه خدمت شما عارضم آب می نوشد خدا باشد، پس شما هم باید خدا باشی. چه فرق بین شما؟ بله، چون شما هم غذا می خورید، شما هم راه می رید، شما هم آب تناول می کنید. راوی می گه که پس چرا معجزاتی داشته از حضرت علی علیه السلام و اینها به خاطر معجزاتی که از امیر المؤمنین دیدن چنین نظر انحرافی در مورد
امیر المؤمنین علیه السلام پیدا کردن، میگن نه این خداست اما لباس بشری به تن کرده، میخواد ما را امتحان کنه. عالی ها اینجور میگفتن، میگفتن این خود خداست اما ظاهر بشری داره برای امتحان، برای اینکه ما مورد امتحان قرار بگیریم. بله، امام هشتم علیه السلام به اینا فرمودن که اگر واقعا کسی که غذا میخورد و کسی که آب مینوشد، که این آب خوردن و غذا خوردن دلیل فقر و دلیل بر احتیاجشه، نه دلیل بر خدایی بودن اوست، اگر این دلیل باشد برای اینکه او خداست، پس شما هم با او شریکید، پس شما هم باید بله خدا باشید. و حضرت با مناظراتشون این گونه مطلب را به اینها تفهیم میکردن تا اینها متوجه خطای خودشون، متوجه اشتباه خودشون بشن. و البته این روایت دلالت هایی دارد، انشاءالله میگذاریم دلالت های روایت را برای جلسه آینده. خیلی معذرت خواهم، ببخشید کلام ناقص تموم میشه، ولی خب شما خودتون دستور دادین که پارت دوم هم حتما باشه بر برنامه. بریم اون برنامه بر وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج. بخش دوم برنامه بخش سوالات شما عزیزان هست. دوستان عزیزی که همراه ما هستن میدونند که در این بخش سوالاتی رو میتونن برای ما بفرستن و جوابش رو از جناب استاد بهرمند بگیرن انشاءالله. دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن از طریق فیسبوک، یوتیوب یا همین ماهواره یا سات با فرکانس 12073 تلویزیون امام حسین علیه السلام، توجه داشته باشید که اگر در مورد درس ابتدایی و بخش اول برنامه هم سوالی براشون پیش میاد، بلا مانع هست که بپرسن و اگر شبهه یا کلامی نامفهوم براشون جا افتاد خیلی راحت بپرسن و انشالله جناب استاد بهرمن هم منت سر بنده میذارن و جواب سوالتون رو میدن. و اما سوالاتی که برای امروز انتخاب شده در این 6-7 دقیقه انتهای برنامه، بسم الله الرحمن الرحیم. در نماز به غیر از سوره حمد و قل هو الله خواندن سوره دیگر جایز است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منظور این سوال کننده اینه که علاوه بر این که ما حمد سوره خوندیم، بله، آیا میتونیم سوره دیگه هم بخونیم؟ مثلا حمد خوند، قل هو الله احد خوند، بعدش دلش به دلش افتاد سوره انا اعطیناک الکوثر بخونه، یعنی یک حمد دو تا سوره یا یک حمد سه تا سوره. آیا اینجور نماز خوندن جایزه؟ آیت الله شیرازی در خصوص این مسئله میفرماید در نماز واجب بله کراهت داره، بله نماز واجب مثل نماز صبح خوندن علاوه بر حمد سوره خوندن سوره دیگر این کراهت داره. اما اگر نماز نماز نافله باشه، نماز مستحب باشه، بله نماز مستحب، مثلا فرض کنی نماز شفع، نماز وتر، یه حمد خوند بعدش مثلا قل هو الله احد را خوند، بعدش قل اعوذ برب الناس را خوند، بعدش قل اعوذ برب الفلق را خوند، اون در نمازهای مستحبی و نافله ایرادی نداره. ندارد.
ولی در مورد نماز واجب فقط کراهت داره ولی نماز باطل نمی شود. باطل نمیشه، کراهت. این نظر آقای شیرازی هست. آیت الله شیرازی. متشکرم. 5 دقیقه فرصت داریم. سلام علیکم. در دعاها ائمه اطهار علیهم السلام شوق دیدار خدا را دارند. این شوق و عشق به خدا یه نادیدنی به چه معناست؟ این میتونه به معانی مختلفی باشه. اولا میتونه به معنای خواستن لطف و عنایت خاصه خدای عز و جل باشه. این خدا الطافش بی حده، یه لطف عامی داره شامل همه، یه لطف خاصی داره. بله. در این مقام مثلا امام معصوم اون لطف خاص خدای تبارک و تعالی را از خدا تقاضا میکنه و درخواست میکنه. این اظهار عشق این چنینی برای رسیدن به اون لطف خاص، یا خواهان قرب معنوی به سوی خدای عز و جل هست، یا خواهان اینن که محبتشون به خدای عز و جل چه بشه؟ محبتشون به خدا بیشتر بشه. بله. چون محبت دارای مراتبه، دارای درجاته. یا خواهان اینن که یقینشون مثلا بیشتر بشه، چون یقین دارای مراتبیه. یا علم الیقین داریم، یا عین الیقین داریم، یا حق الیقین داریم. بله. یه وقت انشاءالله اگر مجال بود اینها رو تفاوتش رو خدمت بینندگان محترم عرض میکنیم. البته میتونیم بگیم اصلا جنبه تعلیمی داره این فرمایشات ائمه علیهم السلام، یعنی اظهار عشق به خدای عز و جل. این جنبه آموزشی داره، جنبه تعلیمی داره برای ماها، چون حضرات ائمه علیهم السلام از نظر محبت به خدای عز و جل و تامین فی محبت الله، و از نظر یقین لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پرده ظاهر برد کنار به یقین من علی افزوده بله نمی شود. بس جنبه آموزشی داره. علاوه بر همه اینها نفس اظهار عشق به پروردگار متعال برای اولیاء خدا لذت بخشه. بله. با ما چون جسمانی هستیم توجه به لذت‌های معنوی نداریم. بله. باید این مزه لذت معنوی را ما زیر دندونمون حس بکنیم تا متوجه بشیم اظهار عشق به خدای عز و جل بله چه مزه‌ای دارد و چه معنایی دارد. تقریبا این حالاتیه که از ما این حالات دوره. بله. متشکرم. 1.5 دقیقه تقریبا فرصت داریم. نیت نماز چگونه باید باشد؟ آیا باید به زبان گفته شود؟ نیت نماز یعنی انسان باید نماز را به قصد تقرب به خدای عزوجل انجام بده. نماز دستور و فرمان خدای تبارک و تعالی، و من نماز گذار به نیت امتثال فرمان خدای عزوجل بله اون نماز رو باید به جا بیاورم. پس نیت یعنی قصد تقرب به خدای تبارک و تعالی. البته نیت نماز به زبان نیست، لازم نیست انسان به زبان بگه نماز صبح 2 رکعت نماز صبح به جا می آورم قربتن الالله تعالی. این که به زبان ما می آوریم این از باب عادته که ما پیدا کردیم، از بچگی یاد ما دادن وقتی می خواستیم نماز بخونیم به ما می گفتن آقا باید نمازت نیت داشته باشه. می پرسیدیم نیت یعنی چه؟ وقت به ما می گفتن به زبون بگو. بله. 2 رکعت نماز صبح به جا می آورم قربتن الالله تعالی. این رفت تو ذهن ما. بله. بزرگم که شدیم هنوز اون نیت نماز رو به زبان جاری میکنه، و الا به زبان نیت به زبان نیست.
بله، به ذهن خطور نیت کنه تا به قصد همین که توجه دارد که این عمل را برای رضای خداست. خدای عز و جل انجام میدهد، این کفایت میکنه. ممنونم ازتون جا، خیلی متشکرم. یا علی، خدا نگهدارتون.